به 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 خانم دکتر سلام عرض شدش. سال نو شما مبارک باشه. همه شما گرم. وای به این روز چه خبره؟ ببین من دارم همه مهمونای برنامه تبشو من میبرم خانم دکتر. شما هم که دیگه تاج سری واقعا. ممنونم ولی من دکتر نیستم، با دکتر برنامه دارم. بله. ولی خودت به خدا بهتر از دکتر حرف میزنی. ممنونم. آخه شما من بگردم همیشه شما دکتری. نه. ولی با دکترات سالیان سالی که برنامه دارم. آره ولی این خود دکتر حرف میزنی. ممنونم. بالاخره کمال همنشین یک کمی شما هم اثر میذاره. خوشحالت. ببین خب خیلی خوبه. ببین کار ما یه فرمی، ما همش باید با آدمای مختلف سر کار داشته باشیم. ولی شما ماشاءالله همش تا دکترا. خودتون هم که دکترین دیگه هیچ دیگه. بیشترم روان پزشک و روان شناس و آره الان خیلی آخه مشکل روانی خانم خیلی زیاد شده به خدا. بله همینطوره. این الان یه سری آدم ها هستن، بعضی ها رو سوار ماشین میکنن خانم، میبرن مثلا یه جاهایی یه بلاهایی سرشون میارن و اینا. منظورتون کجاست؟ یعنی تو مسیر تپش؟ آره دیگه، مثلا هم تو مسیر تپش و اینا برندن میبرنشون مثلا. علی شما که خودت خانم دکتری اینا رو خوب میفهمی. لطف دارین شما. خوب موندی خانم سروش. ممنونم. شما ازدواج کردین خودتون؟ نه اگه آمادگی داشته باشین دیگه بالاخره مخلص شما میکنم. نه من به خاطر اینکه با روانشناسای زیادی هستم گفتم کمکتون کنم اگر احتیاج دارین. یعنی پیدا میکنین؟ زن پیدا میکنین برام؟ نه پیدا نمیکنم ولی میتونم با روانشناسا شما رو آشنا بکنم که کمکتون کنن با کی ازدواج کنین که مشکل ایجاد نشه. کمک نمیخواد خانم سروش، جنسش باید جور باشه. ولی شما ماشاءالله خیلی خوب موندی. خیلی ممنونم ازت. خب چرا یه دکتر مکتب برای خودت پیدا نمی‌کنی خانم سروش؟ خیلی ممنون. اینا همه همکارا و دوستام هستن، من ازشون دارم یاد میگیرم. اولش همیشه آدم با هم دوسته، همکار بعد میشه زنشون. برای خودت میگم اگه من که برم. شما چند سالتونه الان؟ من چقدر میخوره؟ دیدی ایرونیاش که سنشو نمیگم، میگه چقدر میخوره؟ چقدر میخوره؟ چند سال این کارو انجام میدی؟ من 2.5 سال الان خانم سروش اینجا. ببخشید من عادت دارم به شما میگم خانم دکتر، چون من هر چی تلویزیون تپش نگاه میکردم فکر میکردم شما دکتری. نه ولی خب استفاده میکنم از حضورشون. بله نه زیادی استفاده کردم. علاقه منده. آره زیادی استفاده کردم. چون خودت انگار دکتر دکتری. همین الان داری به مرد بزنی این دکتر ها داری صحبت میکنی. خیلی ممنون. آدم ها وقتی زیاد دکتر بزر میکنن و اینا بعد یه مدت یادشون میره که دکتر نیستن. آره ولی ببین خب این دکتر مکتب بر خود پیدا کن دستیز بالاخره. شما چند سال کار میکنی؟ من الان 2.5 سال تو این تاکسی کار میکنم. رو همین 30 سالم ایران رو من تاکسی بودم. قبلشم من توی کار مهندسی بودم. من چند تا ساختمون ایران ساختم. ایران؟ آره ساختمونای بزرگ میدون شعیاد رو ساختم. بعد اومدم این آقای امانت که میگن شعیاد رو درست کرده، نه بله. با من بودش. درست میگی؟ آره. ولی من تو مصاحبه شما رو ندیدم کنارشون. ببین خجالتی خانم دکتر، من خجالتیم. همه مشکلم اینه. این تاکسی رو میبینی همش خجالت میکشم. هر مسافری سوار میشه 10 دقیقه طول میکشه تا ازش درخواست ازدواج چیزی بخوام بکنم. خب برای همین من میگم دوست دارم که این کار رو براتون انجام بدم. حالا از نظر مالی هم اگر میخواییم با خانم دکتر فوجان زینی من آشناتون کنم. ایشون میخواد ازدواج کنه؟ نه ایشون متأهل هستن ولی کمکتون میکنن. الان متأهلم باشی ایراد نداره ها. خیلی ممنونم. داستان الان درست شده. شما چندمین بچه هستید؟ ما از طرف پدری 9 تا حساب میشیم، از طرف مادری 13 تا، بعد 2 تا اونورم بعد از مادری حدوداً 17-18 تا باید باشیم. ماشاءالله. پدرتون چند تا ازدواج داشتن؟ نه؟ پدرم زیاد نداشته، چه 6-7 تا انگار. 6-7 تا. آره باقیش هم غیر رسمی اینا بود. بعد از مادرتون شما چندمی هستین؟ وسطی، اولی؟ حسابش ندارم خانم دکتر. من یکی رو دوست دارم پیدا کنم خانم دکتر، عین خودتون. شما دوسته. رسی حالا دکترم نباشه مثلا یه وقت راننده تاکسی چیزی باشه مشکله؟ راننده تا... نه هیچ اشکالی نداره، موضوع آره. توافقه. بله آدم ها توافق داشته باشه. شوگر مامی اینا شما شنیدی داستانشو؟
شوگر مامی هم ما یه سری برنامه‌های زیادی داشتیم با روانشناسا در موردش. شوگر مامی خیلی چیز خوبیه. طلبش تو یک کردی شما. تو همه کشورها هست. ولی انواع مختلف سایت. اینجا. اینجا یه سایتایی هست می‌خواید شما رو من آشنا کنم. بابا زنده اینجا هستیم سایت ورش کنم خندگی. ممنونم ازتون. خیلی ممنون. ولی به هر حال دوستانی که با شما دوست هستن و تو رفت آمده به تپش باهاتون همه هنرمندا رو بردن. همشون به من گفتن که شما چقدر شوخ هستی. شوخ نیستم اتفاقا، اینو دارن جدی جدی شما میگم الان. ببین آخر جدیته. ببین من یه جورایی میخوامت خانم. آخه شما که درآمدتون رو نگفتید. درآمد مهمه. بله. من فکر کردم شما دنبال شوگر مامی. این که بچه چندمین یه روانشناس شما. مهمه. بله که یه روانشناس شما رو تایید کنه. پیدا میکنم. ببین من امروز به خواهر دارم، اون خیلی وارده. که شما بچه چندم بودی. آره دکتره. اونم دکتر. من خودم هم دکتر بودم. ببین من تو ایرانم دکتر بودم. قدتون چقدر؟ من قدم 1.50 اینا باید باشه. خوبه. من بلندتر از شما. خوبه دیگه. من همیشه شستی بلند دوست داشتم. ایرانم بودم دنبال ماشین شستی بلند بودم پیدا نکردم. یعنی نگه پیدا نکردم. رو راست شبت میگم. نداشتم بخرم. بعد خونه چیه؟ خونه زندگی؟ شما داری بس دیگه با هم بالاخره یه جور کنار میای. ولی به هر حال اگر خانم دکتر فوجان زینی شما رو اوکی بدن. من شما خوش اومد. خانم چرا من میبرسید؟ میدونم اهل شوخی هستین. برای همین باهاتون صحبت میکنم. شوخی چیه؟ داری یه کاری میکنی بزنم جدخاکیه. لطف دارین شما. آقای امیر قاسمی گفتن که شما راننده مطمئنی هستین، شوخین. اینا داری میگی مثلا من الان خرم نه نه ازم خواستم. راستی بچه هم دارین شما؟ ازدواج قبلی یا نه؟ بله ولی پیش ننه هاشونن. یعنی مثلا با هر که ازدواج کردم بچه داشتم گذاشتم چیز خوش تا لب. ای بابا. حالا دیگه دنبال خودم برمیدم راه بیافتم که. بعد من 2 سال نیم اومدم اینجا. الان دارم دنبال یه کیس خوب شوگر مامی میگردم. از ایران اومدین 2 سال و نیم؟ بله. من یه دکتری رو براتون میشناسم. بله. ایشون روانشناسن. خب. بعد کلن هم ازدواج نکردن و برای همین هم رفتن روانشناس شدن. چون مشکل داشتن از نظر مسائل مختلف ذهنی و روحی اینا. بعد رفتن روانشناسی خوندن و الان خیلی خوبن. همین مشخصه. خیلی خوبن خانم زیرو. این مشخصه. خودشون نمیدونن چقدر خوبن. ماشاءالله ایشان تام خوب نگردش. لطفاً از تپش چقدر حقوق میگیری؟ من حقوق نمیگیرم. این کیلومتری که می‌بینی زدم. الان دوبار رد شده بعد جلو در تپش نگه نداشتم. بله گفتم کلمت بیفته علاقه دو زدر شنگیری ما بیفته انشالله که موفق باشین تو زندگی. ولی اگر خواستین با من تماس بگیرین من حتما شماره تلفن خانم دکتر فوجان زینی کمکتون میکنم یا هر دکتر هر کدوم که خواستین. خیلی خانم زینی رو شما تبلیغاتش نه آقایون هم اگه دوست داشتین هر کدوم رو دوست داشتین. من با آقا کار ندارم. من خانم من زندگی همه من خانم این اصلا خرابه. ببین بعدم خرابش میشم. ببین من اینجوری نگاه نکن اینقدر آدم عاشق میشه. یه کاری میکنم یه لحظه اصلا تو زندگیت بهت بد نگذره. آخه میدونی خانم ها این دوره فقط پول میخوان و موقعیت شما و شما که نمیخوان. من میدونم شما چی میخوان. بعد خانم ها حالا من خودم و شما فراموش کنیم ولی کلا خانم ها قدرت چرا فراموش کنیم خانم دا نه دا شما باید قدرت داشته باشین. یعنی اوه ببین قدرت خانم یه جوری که اصلا ببین یعنی بری تعریف کنی برای همه نه کلن خانم زینی نه همه سرشخ بمونه. این که یه نفری مشهور باشه یا پزشک باشه یا اونجوری خلبان باشه. بچه هم اول بهت میگم اگر ران تاکسی باشه مشکل نیست. میگی نه نیست. خب برای خودم شوسیه ناشته آدم نمیاد که قرار سرش باشه. دورجون انشالله که شما به هر حال میرین و کمک میگیرین و حالتون خوب میشه. شما چه فکر کنی همه مریض هم خانم تروش جدی جدی مقرد شده. ببخشی نه نه منظوری نداشتم از این موضوع. یه چیزی به من بگو شما هیکل تو اینقدر تنیس چی جور نگردشتی؟ من خیلی حال میکنم ببین میبینم تا رو راستش من اصلا به واقع امیر قاسمی نگاه هم نمیکنم با شما که میشینه. من فقط با دکترم هستی من فقط خودت نگاه میکنم. لطف دارین لطف دارین. به نظر من اگر بخواین که یه راننده خوب باشین و پول خوب در بیارین حالا با من شوخی میکنی اشکال نداره. من ظرفیتم بالایه و به جون ببین به جون مادرم به روح مادرم میخوامت. ببین اینجوری نگاه نکن. من به هر کسی اینجوری نمیگم.
من یه دونه از مسافرا که سوار شدن اینجوری نگفتم. یکی از هنرمندا میگفت صدای تونم خیلی قشنگه، صدای خوبی هم دارین. من نه بابا، من فقط برای شما بخوام. من میشناسم. من برای دل ببین، من برای دلم میخونم. من از وقتی که شما رو تو این تلویزیون این لامصبا دیدم، ببین همینجور خرابتم. به مولا خرابتم. من نمیخوام حالا الان دیگه عزو چس کنم که بخواد دلت برام بسوزه. من اینا رو به شوخی میگیرم، ولی من واقعا یه دختر براتون سراغ دارم. یه خانم میان تو لیموزین کار میکنن خودشون. راننده لیموزینه و خیلی هم قویه، خیلی هم دختر خوبه. یک سال از ایران اومده. حالا اونم باشه بعد نیست چون که شما، ولی خب دیگه حالا هر جور خودت سلام. هر حال لطف اگه میخوای اونم بیاری بیار. الان آزادیه، ببین خانم دکتر، الان همه آزادن توی ایرانش. هم الان مثلا خانومه شوهرم داره، ولی الان یه شگردادی هم بغلش، چه میدونم یه جوون کوچولو. اتفاقا اسم شما چی بود؟ هادی. آقا مخلص شما هادی هم داداشم میتیه. اونم راننده تاکسیه. آقا هادی عزیز، هر کسی از ایران میاد نشد. خیلی پیشم اونجوری بگو هادی جون. مثل این که رد کردیم و اونه که سه بار رد کردیم زهرا جون. من دیرم شد. ببین زهرا جون، من فقط یه چیزی بهت بگم. من میخوامت، رو راستش بهت میگم، میخوامت، قسم ازدواجه. حالا دیگه خودت دانی، خودت ببین با این دکتر مکتر هم مشورت کن. اگر گفتن بله، من منتظر بله‌تم. دمت گرم خانم دکتر. چه خجالتی هم شده.